بینندگان عزیز، با سلام به شما. همونجوری که در برنامه‌های قبلی هم به شما قول دادم، امروز پنجشنبه 24 می ماه 2018 میلادی با آقای جهانگیر شادانلو هستیم از پاریس. قبلا هم ایشون مهمان برنامه بودن، ویدیوهای ایشون در یوتیوب در بایگانی تلویزیون مردم موجود هست و اسم ایشون رو اگر تایپ کنید یا بنویسید در گوگل یا یوتیوب، ویدیوهای زیادی از آقای شادانلو اونجا خواهید دید. اگر صحبتی، سوالی، نظری دارید یا با خودشون مستقیما تماس بگیرید یا با تلویزیون مردم از طریق پیام، از طریق ایمیل تماس بگیرید و در برنامه‌های آینده به شما پاسخ میدن یا خود ایشون مستقیما با شما تماس میگیرن. ولی دلیلی که امروز با ما هستن موضوعی هست که در مورد افسری که کشته شده به نام سروان رامین ابدالیان ایران شاهی، از ایشون میپرسم که یه مقداری برامون بیشتر توضیح بدن. بعد در قسمت دوم برنامه درباره موضوع دیگه صحبت میکنن که شما رو دعوت میکنم به دیدن هر دو قسمت این برنامه. آقای شادانلو، خیلی خوش آمدید. این شما و این هم بینندگان تلویزیون مردم، بفرمایید که موضوع دستگیری و کشته شدن این شخص جوان که جایی به عنوان نویسنده، جایی به عنوان افسر و یه جا هم به عنوان دکتر من اسمش رو دیدم، چی بوده و شما در این رابطه چه نقشی دارید؟ میشناسید ایشون رو یا چجوری بوده ماجرا؟ من از دوستان خواهش میکنم اگه اونها هم نظری دارن یا میشناسن یا درباره این موضوع اطلاعات بیشتری دارن، حتما با آقای شادانلو تماس بگیرن و نظرات خودشون و دانش خودشون، دانستهای خودشون رو با ایشون در میون بذارن. بفرمایید آقای شادانلو، با شما هستیم. مرسی و ممنونم. سلام دارم خدمت شما جناب صوبی، بینندگان محترم و همه دوستان و کسانی که این برنامه رو میبینن. من اگر خاطرتون باشه حدود سال 2003 بود با شما یک مصاحبه کردم در مورد دستگیری یک توتوان ارتشی جوانی که ایشون رو دستگیر کردن به خاطر تحقیقات در مورد جنگ و خیانت حزب جمهوری اسلامی و رژیم در زمان جنگ. این افسر جوان سروان نیروی هوا نیروز بودن و با من چند سال در تماس بودن. حالا چرا با من تماس گرفتن؟ به دلیل اینکه یک کتابی در ایران چاپ شده بود به نام دار و این کتاب توسط سپاه پاسداران چاپ میشه. عکسش رو فکر میکنم دارید شما. بله. این کتاب دو نفر نوشتن، یعنی اسم دو نفر روشون هست. یک نفر نوشته گفته حرفا رو، شخصی که در خرمشهر و در اون مناطق بوده، و یک شخص دیگری، یعنی دو تا خانوم و یکیشون سیده زهرا حسینی و یکی سیده اعظم حسینی. و این کتاب رو چاپ کردن، یعنی خاطرات یک خانومی که در جبهه جنگ و در خرمشهر بوده. این کتاب و خانوم اولی که این داستان رو تعریف میکنه، این خانوم وجود نداره و خانوم دیگه‌ای که اینو به تحریر در آورده اون هستش. یعنی اینکه این داستان رو درست کردن. و چرا اینو درست کردن؟ به دلیل اینکه یک، هم آقای بنی صدر رو که اون موقع در جبهه بود توی این نوشتن حالا خیانت هایی که از طرف به نظر اینها انجام شده از طرف آقای بنی صدر، و اینکه جهن روحانیت و جایگاهشون رو بالا ببرن. و این کتاب رو الان جلد پنجمش چاپ شده در خیابان حافظ، خیابان رشت، کوچه جمشید جم، اونجا این کتاب رو چاپ میکنن و تقریبا 800 صفحه هست و اینو به طور رایگان در اختیار سازمان ها و نهادهای
کشوری قرار میدن که اینها بخونن و مخصوصا هم از اسم دو تا خانوم سید استفاده کردن که متاسفانه اینهایی که عقل و گوششون رو بستن و گوش به حرف این روحانیت میدن بگن مثلا دو تا خانوم سید نمیدونم اولاد پیغمبر هستن و اینا جز حقیقت چیزی نمیگن، در صورتی که 70-80 درصد نوشته این کتاب دروغ هست. این شخص، این سروان رامین ابدالیان این کتاب رو میخونه و چون رفت توی خودش خوانی روز بوده با یک سری از عمرای اون زمان فرماندهان تماس میگیره و چون کارش ایشون نویسنده بوده، حالا من دقیقا مشخصات ایشون رو میدم، دکتر هم داشته و کارشناس ارشد بوده، دکتر رامین ابدالیان ایرانشاهی، کارشناس ارشد هوافضا، کارشناس ارشد مدیریت رسانه، کارشناس ارشد روانشناسی، دکترای روانشناسی، افسر ارتش شاغل در هوانی روز. ایشون بعد از اینکه این کتابو میخونه میره به دنبال وقایع جنگ و اینکه چه گذشته در اونجا. با چند تا از فرماندهان صحبت میکنه و یک کتابی هم ایشون مینویسه، یک پنجره برایم کافی است یا آسمان آنجا آبی است. آسمان آنجا آبی است خاطرات یک افسر قلوانی هست که به اسارت در میاد و از ماه اول جنگ تا آزادی اسرا در عراق میمونه و این خاطرات رو برای این تعریف میکنه. وقتی خاطرات رو برای این تعریف میکنه مسائلی میگه که خب ایشون بیشتر کنجکاو میشه، گفتم چون نویسنده و پژوهشگر بوده میره دنبال این که واقعا چه گذشته در جنگ و مخصوصا سقوط خرمشهر و بعد از خرمشهر چرا جنگ رو تموم نکردن. و بعد از یه مدتی ایشون با من تماس گرفتن و به من گفتن که منم اطلاعاتی جمع میکنم راجع به جنگ و در زمان سال 60 از 59 که جنگ شروع شد تا سال 60 و به مطالبی دست پیدا کردم که واقعا جز خیانت این حزب جمهوری اسلامی و مخصوصا آقایون رفسنجانی، خامنه‌ای و بهشتی و شخص آقای خمینی بیشترین جنایت رو در این جنگ و خیانت رو به ملت ایران کردن، ولی در عوض آقای بنی‌سر رو به عنوان خائن معرفی کردن و ما هرچه بیشتر میریم با افسران و نیروی زمینی و فرمانده ها صحبت میکنیم بیشتر متوجه میشیم که اینها چقدر دروغ گفتن این سال ها. بعد گفتم خب چه کاری شما داری انجام میدین؟ گفتش که من میخوام حقیقت رو به عنوان یک کتاب به اسم پشت هیچستان زندگی اینو چاپ کنم و انتشار بدم. بهشون گفتم فکر نمی کنم، نه که تنها فکر نمی کنم، اجازه بدن حقیقت جنگ مشخص بشه، حتی بذارن شما تحقیق تو ادامه بدی. شما این کار بسیار خطرناکه، افسر جوان هستی و برات مشکل درست میشه. گفتش حالا من ادامه میدم ببینم. به من افسرها خیلی قول دادن که نه کمک میکنن و این اطلاعات رو من میدم. گفتم ممکنه اطلاعات اونها بدن ولی برای پخش فکر نمی کنم و شما اگر اصرارم بکنی ممکنه برای شما مسائل مشکلاتی رو بگذاره. که خب من مرتبا با هم صحبت نمی کردیم چون ایشون تحت نظر بودن و آدم شناخته شده بودن و با بیرون هم تماس گرفتن خیلی برایشون مشکل بود. هر از گاهی ایشون از طریقی برای من پیامی میداد و من پیام میدادم بهشون. بعد از این مدتی گفتن نه، کتاب رو من شروع کردم و حتی تبلیغی هم در ایران براش گذاشتن، هیئت جنگ هوانی بود، این کتاب تا چند وقت دیگه چاپ میشه در سال 91 ایرانی. بعد از یک مدتی خانواده ایشون، کسی از خانوادهشون با من تماس گرفتن که ایشونو بازداشت کردن که من بعد از
صحبت کردن و پیام دادن و اجازه گرفتن از ایشون، آمدم در تلویزیون اعلام کردم که این شخص رو دستگیر کردن و وضعیتش معلوم نیست چی هست. کسی هست که در جنگ داشته دنبال اطلاعات برای جنگ و حقیقت جنگ میگشته و دستگیر شده. تقریبا دو هفته بعد از این مصاحبه که من انجام دادم با شما، پیام دادن خانوادهشون که ایشونو آزاد کردن و ایشون با من تماس گرفتن مجددا و پیامی دادن و تشکر کردن و گفتن که منو آزاد کردن ولی هفته دیگه منو باز خواستن و باید برم در قسمت اطلاعات سپاه. یعنی مرخصی بهشون داده بودن یا اینکه برای همون ماجرا دوباره یا ماجرای دیگه دوباره خواستن؟ نه همون ماجرا که ولش کرده بودن، گفتن خیلی خب حالا برو ولی در فلان تاریخ مثلا دو هفته دیگه بیا در یه جایی باید با صحبت بشه. بعد ایشون رفتن اونجا صحبت کردن و بعد دوباره با من مثلا بعد از یک ماه دو ماه، چون واقعا میترسید که تماس بگیره، باز برای من پیام داد که من رفتم اونجا و اینها خیلی سوال کردن از من که اصلا چرا داری این کارا رو میکنی و این اطلاعاتی که شادانلو داده در تلویزیون این از کجا بوده، از کجا ایشون شماره میشه، چجوری با این تماس داره. دخول من بهشون هم گفتودن که هیچ صحبتی نکنه و الان چون متاسفانه نیست و کشته شده، شهید شده، من اینا رو اعلام میکنم. و خب گفته بود که من اطلاع ندارم، ایشون خودش فعال سیاسی است و حتما خودش اطلاعات پیدا کرده. من اینا البته ناگفته نمانه که همون موقعی که ایشون رو دستگیر کردن، حدود میشه گفت 10 تا نشریه و سایت میلیون ایران، خبرگزاران هرنا، آزادی برای ایران، نفس در نفس، نبض ایران، رادیو زمانه، سایت انقلاب اسلامی، قانون دفاع از حقوق بشر، دیدبان حقوق بشر، سبزپوش و خیلی دیگه اینو چاپ کردن که یک همچین شخصی دستگیر شده. یک هفته بیخبری از وضعیت دکتر رامین ابدالیان ایرانشاهی، نویسنده و افسر ارتش. خب این پخش شد، حالا من همون مسابقه کردم و ایشون آزاد شد. بعد که رفتم اونجا اینو بهش گفته بودن، بعد آزادش کردم. بعد با من تماس میگرفت، شاید بگم هر 3-4 ماه یک بار، و میگفت من خیلی نگرانم و نگرانی منم برای این هست که دارم میبینم یک سری از نظامی ها رو، مخصوصا اونهایی هم که در عراق اسیر بودن و برگشتن، اینها رو اینا دارن از بین میبرن. هی هر بار یک نفری به عنوان سکته یا تومور مغزی یا اینها میمیرن و بیشتر اینا رو هم در بیمارستان ارتش میتفاق میفته. بعد از باز یک مدتی به من گفتن که به من پیشنهاد کردن که شما، چون ایشون بل نکرد دنبال این نوشتن و تحقیق و اینها رو، و بهش گفتن که شما باید یه مدتی بستری بشی در بیمارستان ارتش. البته میگم همونطور که میگم، من اینها رو هر چند ماه یه بار میفرستاد و نمیتونستم واقعا درست باید صحبت کنم و ازش بپرسم که وضعیتتون چطور هست. اینا گذشت تا سال 1300 و الان 97 هستیم، 95 آخرهای 95 با من تماس گرفت دوباره. البته میگم چندین بار برای کتاباشون، بیشتر کتاباشون مقالاتاشون اینها رو برای من فرستاده، همه با من تماس گرفت که من در تبریز هستم. گفتم چرا؟ گفت من فرار کردم از ارتش بیرون و مطمئن هستم که اینا میخوان منو بکشن و میخوام از ایران خارج بشم. گفتم خیلی خوب، کجا هستی؟ گفت من در رضایی هستم. گفتم بسیار خوب، من یه چند روزی صبر بکن، پیدا بکنم یکی دو نفر رو منم با اونا تماس بگیرید که بتونن اگر میتونن براتون کاری انجام بدن که بیاین دور. بعد چون اون تماس میگرفت من تو منتظر بودم، بعد یه بار تماس گرفت بعد از یه مدتی، من یه دوتا شماره بهشون دادم، گفتم با این اشخاص تماس بگیرید میتونن شما رو به ترکیه بیارن.
باز ارتباط قطع شد، حدود شاید بگم یک ماه بعد دوباره مجدداً تماس گرفت که آقا من اینجا نمیتونم بمونم و با این شخصم تماس گرفتم، اونم یه مشکلاتی، یعنی برای بردن یک مشکلاتی هست که من چون شناخته شده هستم میترسن اینجا گیر بیفتم و اگر گیر بیفتم حتما اینا میکشن منو، من برمیگردم میرم تهران از اونجا باهاتون تماس. رفتن تهران و بعد از مدتی از تهران با من تماس گرفتن، گفتم من خونم دیگه نمیرم و به عنوان ناشناس طرف های ناصر خسرو اونجا هستم، برای من هر کاری میتونی انجام بده. دوباره بهشون گفتم بسیار خوب با من تماس میگیرید و من باز در تهران کسانی که همینه که ویزا میگیرن و این کسی رو پیدا کردم منتظر تماس ایشون، تماس گرفتن و ارتباط رو ما برقرار کردیم و گفتم شما به من اطلاع بدین که چی شد. دیگه من از ایشون خبری نداشتم، تقریبا میشه گفت 7-8 ماه گذشت از این جریان و شد سال 96. به من اطلاع دادن که یک شخصی به این نام در بیمارستان ارتش، بیمارستان خانواده که 501 ارتش هست در جاده قدیم، گفتن مرده. بعد از اینکه من تحقیق کردم از دوستانی که باشون در تماس داشتم و در جریان این مسئله بودن، متوجه شدیم که بله ایشون در بیمارستان فوت کرد. بعد که صحبت کردیم باز با چند نفر، نمیشه گفت کیا بودن در اونجا، علت رو پرسیدیم، گفتن سکته قلبی بوده. بعد خب ایشون سالم بود، هیچ مشکلی نداشتن، من با دوستان نزدیکشون با خانوادهشون صحبت کرده بودم و اینم اضافه بکنم که خانواده ایشون بسیار مذهبی و وابسته رژیم هستن، هم اکنون هم، به همین دلیلم به هیچ عنوان حاضر نشدن که اعلام کنن پسرشون اینها شهیدش کردن یا حتی قتمی چیزی، به هیچ و هیچ کسی نمیدونست. تا من با تحقیقم ادامه دادم و با برادر ایشون صحبت کردم به اسم ناصر، خیلی مؤدب اول جواب منو دادن، بعد که گفتم بهشون من دوست ایشون هستم، من باشون سال هاست در تماس هستم و یه کتابی نوشته بودن به این مسئله راجع به جنگ، راجع به حقایق جنگ و کتابم برای من فرستادن و الان خبری ازشون نیست. بعد گفتش که بله ایشون فوت کرده. خب من تسلیت گفتم، چیزی نگفتم دیگه. بعد دوباره زنگ زدم به عنوان یک ناشناس با خانوادهشون صحبت کردم و تسلیت دادم و مشخص شد که متاسفانه ایشون کشته شده، یعنی در گذشته. بعد که ادامه دادم و تحقیقاتم رو انجام دادم فهمیدم در رابطه با همین مسئله بوده و چند تا از افسرهایی که ایشون باشون مصاحبه کرده، الان عکس دوتاشون هستش از امیرهای ارتشی که ایشون باشون مصاحبه داشته و از توی اینهایی که نمیتونم اسم ببرم که کی بودن، اینهایی که باشون مصاحبه داشتن گفتن که بله ایشون رو بالاخره دستگیر کردن و ایشون هم زیر بار نمیرفت، برای اینکه دست از تحقیق و از گزارش راجع به جنگ و خیانتهای رژیم برداره، ایشون رو میبرنش بستریش من و به این دلیل هم این کار میکنن وقتی میکنن بیمارستان که بگن ایشون مریض است و این کار رو با خیلی از نظامیان انجام دادن که بگن تو بیمارستان بوده و آمده مریض بوده و از بین رفته، یعنی میخوان دخالت ندن خودشون رو در کشتن این افراد. و بسیار متاسفم از خانواده ایشون که یک همچین شخصیتی رو با این همه معلومات و دانشی که داشته و این راحتی به دست یک مشت آخوند یا حالا اون متاسفانه پاسدارایی که نه دین دارن نه ایمان دارن نه مملکت میشناسن نه براشون فرق میکنه بودن، اینا به راحتی اینا رو از بین میبرن و خانواده ها، حالا خانواده ایشون وابسته به نظام و حزب اللهی بوده ولی خانواده دیگه سکوت میکنن و اینها 40 ساله دارن این جنایت ها رو انجام میدن و من یک مقداری از این کتابی که نوشته بوده در مورد همین
سرهنگ خلبان حبیب الله کلانتری، اینی که بازداشت بوده در عراق، یه تیکه از اینو براتون میخونم. اون کتاب اسم کتابش یه بار دیگه اسم کتاب رو بگید لطفا. آسمان آنجا آبی نیست. آسمان آنجا آبی نیست. این کتاب منتشر شد یا فقط یک کپی به اصطلاح دست نویسش رو به شما دادن؟ نه، این کتاب منتشر شد در ایران و الان هم موجود هست، ولی کتابی رو که نذاشتن منتشر بشه، پشت هیچستان زندگی اسمش هست، که در اون خیانت‌های حزب جمهوری اسلامی نوشته شده و دروغ‌هایی که راجع به آقای بنی صدر و خیانت‌هایی که می‌گفتن ایشون انجام داده، اونا رو نوشته. به خاطر اون کتاب متاسفانه این کار انجام دادن و اون کتاب رو اجازه ندادن چاپ بشه. ولی من فرستادم، من باید با یک کسانی صحبت بکنم، اجازه ببینم میشه گرفت که چاپ کرد کتاب یا خیر. در این کتابی که هر وقت که شما گفتید دوستانی که رو فیسبوک هستن چیزایی نوشتن، من برای شما بخونم. مثلا یکی از اونها آقای اکبری نوشته خیلی جالب است که این مباحث در روز آزادی خرمشهر اتفاق میفتن. آیا به اصطلاح دلیل خاصی داره که امروز که روز آزادی خرمشهره همچین صحبتی داشته باشیم؟ یا من اصلا یادم نبود که امروز روز آزادی خرمشهره. بله البته بندم نه این روز میدوستم امروز روز آزادی خورم سره، ولی نه هیچ دلیلی نداره، چون من دنبال این بودم که این شخص که با من سالها در تماس بوده و نویسنده معتبری بوده چه اتفاقی براش افتاد، حالا افتاده به این روز. و خب زحمت زیادی همیشون در اونجا کشیده، با صحبتی که با فرماندهان و اینها کرده کتابهای زیادی نوشته و میتونسته اون اتفاق خیلی زودتر بیفته یا از خرم شهر به اسارت یا به اسارت عراقی ها در نیاد، ولی متاسفانه خیانت روحانیت بوده که این کار رو انجام بده. بسیار ممنونم. آقای اکبری از آلمان بودن. از انگلستان آقای لطیف زمانی میگن که درود خدا بر انسانهای راستگو. ضمناً در تایید صحبتهای شما میگن که آقای روح الله زم هم همچین چیزی رو گفته درباره همچین شخصی. شما با آقای روح الله زم هم تماسی دارید یا به اصطلاح صحبتی در این باره شده درباره این آقای؟ من با آقای ایران شاهی نه خیر، من با آقای زم بله تماس دارم، ولی نه اصلا در این مورد من هیچ صحبتی نکردم. پس ایش بهشون هم اطلاع دادن، ایشون هم پس در جریان هستن. نه من الان متوجه شدم. پس حالا خب بفرمایید دنباله صحبتاتونو و هر وقت که باز دوستان مطلبی نوشتن من با شما اطلاع میدم. خواهش میکنم. ایشون در مورد این کتابی که نوشتن مربوط به خاطرات سرهنگ خلبان حبیب الله کلانتری است، همون آسمان آنجا آبی نیست، میگه ویلی درباره ماجرای اسارت خلبان کلانتری پروژی دارد که 10 سال در اسارت بود. زندان‌های مخابرات ابوغریب و اردشیر عراق دوران اسارت رو سپری میکرد. سرهنگ کلانتری 2 سال پس از پذیرش قطعنامه به میهن بازگشت. یعنی ایشون درست سال 59 موقع جنگ دستگیر میشه بعد از چند ماه و 2 سال بعد از پذیرش قطعنامه، چون خیلی از نظامی ها هم اصلا رژیم و مخصوصا حزب جمهوری اسلامی اصلا مایل نبود که اینها آزاد بشن یا برگردن یا برای اینها کاری انجام بشه. ایران شاهی در این مورد میگه در نگارش و انتشار کتاب با مشکلات زیادی روبرو بودم. حالا در بعضی جاها این صحبت ها کرده درباره نحوه نگارش آسمان آنجا آبی نیست، اصرار داشت کتاب را به شیوه معناگرا نوشتم. این کتاب بر واقعیت های اسارت تمرکز دارد و تلخی و شیرینه های این دوران را به صورت بیان می کند. این ایشون نویسنده حوزه تصویر درست شد. تصویرتون یه اشکال پیدا کرد. بله بفرم. نویسنده حوزه دفاع مقدس بوده، تیپسش هم این بود، یعنی برای خودش بود، همطور که خانوادش
حزب اللهی بودن و خود ایشون هم بود اوایل، ولی بعد که حقایق رو میفهمه یواش یواش جدا میشه. اون موقع اصلا به عنوان نویسنده حوزه دفاع مقدس در ارتش و هوا نیرو معروف بوده. در کتاب به لحظات امید دوران اسارت هم اشاره داشته. این لحظات هرچند کوتاه بودن اما امید را در دل رزمندگان اسیر زنده نگاه می‌داشته. وی درباره چرایی تأکید بر دشواری‌های اسارت از کتاب در کتابش گفت: هدف از نگارش خاطرات عبرت گرفتن است و زمانی که واقعیت اهم از شیرینی‌ها و تلخی‌ها بیان شود، بهتر می‌توان از گذشتگان عبرت گرفت. ایرانشاهی کتاب آسمان آنجا آبی نیست را در برگیرنده 16 فصل و دانست و افزود. کتاب بر اساس موضوع فصل‌بندی شده. برای تألیف کتاب تحقیقات بسیاری انجام دادم و نیز به چرایی آزادسازی اسیران ایران در عراق در 2 سال پس از پذیرش قطعنامه پرداختم. این موضوع پیش از این در کتاب‌های حوزه خاطرات مطرح نشده بود. یه دلیل دیگه هم این بوده که ایشون تحقیق میکنه که چرا بعد از پذیرش قطعنامه توسط آقای خمینی جلاد، اینها چرا 2 سال بعد آزاد میشن. برای اینکه یک سری از این اسیرها اصلا اسمشون نوشته شده نبوده، یعنی ننوشتن جزء اسرا، سازمان ملل هم نرفته بوده اصلا بنویسه، و اینا در زندانهایی بودن که حالا تو اون کتاب نوشته اسمش گاف صندوق بوده، یعنی 1.5 متر در 1 متر و تمام فضا بسته. و در جاهای کتاب واقعا آدم شرمش میشه که در این کشور داره زندگی میکنه و بهترین جواناش، بهترین افسرانش، بهترین نظامیانش که کشور رو نجات دادن، رژیم ولایت فقیه اصلا به فکر اینها نباشه حتی 2 سال بعد و که خود عراق اینها رو آزاد بکنه، یعنی رژیم دنبالشون نمیرفته. و این مسائل باعث میشه که آقای ایران شاهی دکتر جوان تحقیقاتش انجام بده و متاسفانه در 16 فروردین 1396 ایشونو به شهادت میرسونن در بیمارستان. تسلیت باز به خانواده و درود به روان پاک این افسر شهید. آقای شادنلو، اینترنت شما یه اشکالی داره، یکم صدای شما رو به صورت کشیده پخش میکنه، ولی آقای لطیف زمانی از انگلستان می‌نویسه که یا خبر ندارند که 100% خط وزارت اطلاعات ایران کنترل دارند. من متوجه نمیشم، اگه ایشون لطف کنه توضیح بیشتری بده منظورشون رو ما بفهمیم متشکر میشم. من سین داستان، درود خدا، و این آقا یا آگاهانه از اطلاعات ایران، منظورتون چیه آقای لطیف زمانی؟ منظورتون آقای ایران شاهیه با اطلاعات یا آقای شادانلو؟ لطف کنید یکم واضح‌تر توضیح بدید یا بعد با خود آقای شادانلو تماس بگیرید و در این مورد توبت کنید. ضمناً یه صدای اونجا میاد مثل مثلا تلفن شما یک کس پیام گذاشته باشه هی زنگ میزنه، اگه اونو خاموش کنید کلا من فکر کنم اینترنتتون هم بهتر میشه، ارتباط بهتری داشته باشه. در صورت من ساکت میشم و میکروفون در اختیار شما، بفرمایید. اون روزی که ایشونو دستگیر کردن، یه چند بعدی میگفتم یادم رفت، دوشنبه 25 آذر 1392 ماموران لباس شخصی بدون مجوز در یورش برده و بعد از جستجوی کامل منزل اقدام به بازداشت وی و برخی از وسایل شخصی نامبرده را با خود بردن. رامین ابداریان ایرانشاهی، نویسنده و محقق که بیشتر کارهایش در عرصه جنگ 8 ساله ایران و عراق بوده، توسط ماموران لباس شخصی وزارت اطلاعات در منزل شخصی خود بازداشت می‌شد. بعد در 91، در سال فروردین 91 این مطلب رو برای من فرستاد که من در ادامه فعالیت خود با هیئت جنگ هوانیرود در حال جمع‌آوری مشخصات و اطلاعات جامع 190 شهید هوانیروز از روزهای نخستین انقلاب و قائل کردستان، دوران دفاع مقدس و همچنین امدادرسان تیز پروازان هوانیرو
در عرصه‌های مختلف دفاع از کیان انقلاب اسلامی در سالهای اخیر هستند. یعنی یک تحقیق زیادی هم انجام داده بود برای 190 شهیدی که از هوانی اون درگیری‌های اول انقلاب بوده. بعد این کتاب هم قرار بوده، این کتاب گنجینه ای است که تمام شهدای هوانی رود از جمله شهیدان علی اکبر شیرودی، احمد کشوری، شمشادیان، آریا آسیایی، نمازیان و شهید غلامرضا چاغوند که از شهدای خرم‌آباده است توی این کتاب مشخصاتشون نوشته بوده. اینو من تحقیق کردم نتونستم ببینم که تونست اینو چاپ بکنه یا خیر، اجازه دادن یا خیر. بعد راجب یک کتابی هم راجب تنها خلبان هلیکوپتر کبرا که توانسته از هواپیمای عراقی رو ساقط بکنن نوشته و مصاحبه باش داره به اسم سرهنگ اسماعیل صحتی. نوشته که ایشون قبل از انقلاب وارد ارتش شد و در دوران دفاع مقدس کارهای بزرگی انجام داد و انجام عملیات از ناحیه چشم مجروح شد و برای درمان به آلمان رفت. به حدود 60 بار عمل جراحی به روی چشمش انجام شد اما متاسفانه چشمش بازداشته شد و در حال گفتگو هم با برنامه دیگر اطلاعات از وضعیت ارتش در سال 59 و 60 پیدا کنم و بتونم اینا رو به رشته تحریر در بیارم، که متاسفانه به همین دلیل اجازه ندادن ادامه بده و جونش هم در این راه گذاشت. من مجددا تسلیت میگم به ارتش دلاور ایران و چنین جوانانی. بسیار ممنون. اگر عکس ایشون رو نشون دادم که مصاحبه میکنه با دو نفر از به اصطلاح ارتشی ها و فقط برای خود من هنوز یه سؤاله. اولا ایشون اسیر شده بوده، بعدم ایشون به عنوان خبرنگار ارتش، چون ما میدونیم وقتی که توی ارتش هستید خبرنگار و اینها خودشون اونها درجه ارتشی دارن، یعنی نظامی هستن، یعنی به عنوان خبرنگار ارتش کار میکرده اول، بعد به این موضوعات پی برده و تصمیم گرفته که بنویسه و اون موقعی که میخواد بنویسه دیگه جزء ارتش نبوده. یا چون شما گفتید ایشون دو سه تا دکترا داشته و نمیدونم، یعنی از ارتش اومده بوده بیرون بعدن این کتاب میخواسته بنویسه که با این مشکلات روبرو شده، یه مقدار اینجا برای من سواله. نه خیر، ایشون خبرنگار نبوده، ایشون کارش محقق و نویسنده بوده. آها. بسیاری داستانها نوشته بوده و کتابها، بعد که به ارتش میره. من متاسفانه حالا شایدم کوتاهی از من بوده یا اصلا عادت البته نداریم از کسی که تماس میگیره یا خبری میده بپرسیم شما کی هستی، شغلت چیه، شما رو نمیپرسیم. خود طرف اگر مایل بود مشخصات بده، مخصوصا از ایران. من از ایشون هیچ کار نپرسیدم، ولی خود ایشون گاهی میگفت که کی هست و چی کار هست و داره چی کار میکنه. ولی اینطوری که من بعد پرسیدم، ایشون مثل که دکتراشونو که میگیرن به خاطر سربازی به هوانی رود منتقل میشن و در اونجا به عنوان افسر سوتوان دو مشغول کار میشن. آها، وظیفه بوده. بله بله. آقای یوسفی نوشته که جناب شادانلو چرا صحبتهای غیر تخصصی انجام میدهید؟ جناب سوربی اصلا ثبت نام اسرا ربطی به ایران نداشت و بسیاری از کمپ ها ثبت نمی شد توسط صدام و ایران همیشه اعتراض داشت و چندین فیلم از جمله فرار از اردوگاه و غیره ساخته شده است. ایشون اخبار بسیار کذبی دارن. بذارید من براتون بگم که بعدن معلوم شد که عراق اون حتی صلیب سرخ و اینا هم که راه می داده به یه قسمتایی فقط راه میداده و این متاسفانه همیشه تو همه جنگ ها نه فقط ایران و عراق، همه جای دنیا بوده که اینها این کار زشت رو انجام میدن و حتی طبق قوانین ژنو و قانون اون جنگ و اسرا و اینها رفتار نمی کنن. در هر صورت من اینجا فقط پخش کننده این خبرها هستم. آقای شادانلو هم خیلی قشنگ گفتن که وقتی کسی تماس میگیره ما خیلی سوال نمی کنیم، چون بعضی وقتا اگه خیلی سوال کنیم طرف اصلا همون اول کار میبینی که فراری میشه و به اصطلاح گریزان میشه. دوستان، این برنامه ها هدفش اینه که اگه شما هم چیزی میدونید تماس بگیرید،
مثلا بگید که فامیلشون هستید، هم دوره بودید، همین جایی که ایشون خدمت میکرده شما بودید، و به اصطلاح این مشکل که نه، این صحبت هایی که میشه اینا صفحه های تاریخ هست که سیاه مونده، هیچ وقت هیچ کسی حاضر نشده در موردش صحبت کنه یا نوری روی اون صفحات بندازه. حالا آقای شادانلو این کارو میکنه، من شما هم میتونیم به جای ایراد یه مقداری تحقیق کنیم. من همین کتاب دا وقتی که در موردش تحقیق کردم دیدم تا چاپ هشتم هم رسیده، یعنی تو ایرانی که کتاب خوندن خیلی رایج نیست، چجوری سپاه میاد این کتاب رو هی چپ و راست چاپ میکنه و تو ایران از خاطرات یک زن به اصطلاح صحبت میکنه. البته جا داره که این کتاب رو هم بخونیم، بعض وقتا از خوندن همین کتاب هایی هم که اونا چاپ میکنن باز به اصل ماجرا میشه پی برد. در اصل ممنونم از شما، بازم اگر صحبتی دارید من ساکت میشم، شما بفرمایید. من چند دقیقه جواب این دوست عزیز آقای یوسفی رو بدم. من دروغی ندارم بگم و نیومدم اینجا دروغ به کسی بگم. من مطالبی که به من رسیده بود از طرف این شخص و الانم نیست در بین ما بازگو کردم. در مورد اسرا من نگفتم ایران اطلاع نداده، یا اگر یه همچه دادم من اشتباه کردم. اسرا رو مسلمان عراقی ها باید معرفی کنند به سازمان ملل یا جامعه بین المللی که بیان ثبت نام کنند و اونا 100% این کار را کردن، اونا رو محکوم کردن. ولی رژیم ایران و روحانیت هم هیچ کوششی نکرده که بدون چه کسانی دستگیر شدن، که البته اون میدونسته وقتی که نیروهاشون رو در ایران وقتی اینا اسیر میشن از بین میرن، اونها که میدونن کیا بودن، چه کسانی در جبهه بودن، چه نظامی چه شخصی، اینها اعلام نکردن و برایشون مهم هم نبوده. همونطوری که هنوزم ارتش برای اینها مهم نیست و اینا به سپاه پاسداران علاقه دارن و اینهایی که 40 ساله دارن جنایت و خیانت میکنن. و اگر چیزی گفته شده که اشتباه بوده مسلم بدونید که بنده دروغی نخواستم بگم. اگر کسی اطلاعات دقیق تری داره خوشحال میشم منم در جریان بذاره و اشتباهات من به من گوشزد بکنم. و در مورد این کتاب دو هم جناب سوربی عرض کردم، دو نفر هستن که اسمشون تو این کتاب هست، دو تا خانوم. اولی اصلا اون شخص وجود نداره و شخص دوم که نیست، اون اولی خاطرات میگه، این دو میگه. اون حالا اونی که خاطرات میگه معلوم نیست کدومی که از این پاسدارا یا آخونده هستن گفتن و این خانوم نوشته. و چون خانومی که داره ایشون میگه یه خانومی بوده 5-6 ماه توی جبهه با کامیونت و وانت و اینها این برابر میرفته کمک میکرده، تو همه جبهه ها بوده. همچین شخصی به هیچ عنوان وجود نداشته اون زمان در خرمشهر و در اون درگیری. حالا این کلمه دا یعنی چی اصلا؟ چرا اسمش رو دا؟ دا به دلیل خدا بوده و دای آخرش رو گذاشته، یعنی فریاد التماسی به این اسم خدا و داشت فقط گذاشته. بسیار عالی. خب امروز شما گفتید که در دو مورد میخواین صحبت کنید. اگر این قسمت اول تموم شد ما هم تسلیت میگیم به خانواده ایشون. و جالب بود که شما گفتید با وجود این اینها نمیخوان چیزی بگن، احتمالاً یا همون مسائلی هست که در ایران هممون میدونیم که بعضی وقتا فشار حکومت جلوگیری میکنه از اینکه این خانواده ها تماس بگیرن یا هر جوری که خودشون صلاح میدونه. در قسمت دوم برنامه شما باز هم میخواین در مورد دوستانی که در رسانه‌های مختلف برنامه دارن صحبت کنن. بفرمایید. در این رابطه هم یه فیلمی هست که با زیرنویس فارسی هست، من در حین صحبت‌های شما اون رو پخش میکنم. بفرمایید. بله، من حالا خدمتتون میگم که کی اون فیلمو بذارید، چون تمام بیشتر مطالب به همین فیلم برمیگرده. من در مورد الان حدود 7 سال 10 سال است نظر میخوام که سازمان مجاهدین راجع به من مطالبی پخش میکنه، فیلم درست کرده، صحبتهایی کرده. و در تمام این مدت غیر از سازمان مجاهدین کسی این صحبتها رو نمیکرده و الان حدوداً 2 سال هست و که 2 نفر، یک نفر آقای فرامرز دادرس
که در پاریس زندگی میکنه و آقای ایرج مصداقی آمدن و تو 5 تا یا 6 تا برنامه در تلویزیون آقای میهن تیوی آقای سعید بهبهانی راجع به من صحبت کردن. آقای بهبهانی من نمیشناسم ایشون رو، البته من نه آقای مصداقی رو میشناسم نه آقای داردست و نه اینا رو دیدم و نه کاری من با اینا داشته باشم. فقط یک بار اگر خاطرتون باشه این آقای داردست در برنامه‌های شما می آمدن، من آمدم و یک مطالبی ایشون گفته بودن، من حقیقت رو گفتم، از اون به بعد ایشون حاضرم نشدن در تلویزیون شما بیان و پاسخ بدن و شروع کردن در سایت ها راجب من نوشتن و حرفهای مجاهدین رو اینها تکرار کردن. الانم جز این دو نفر و سازمان مجاهدین هیچ کس دیگری نیست که راجب من این صحبت ها رو بکنه یا قبول داشته باشه یا بگن که من مأمور وزارت اطلاعات هستم یا ارتباط با جمهوری اسلامی دارم و یا مطالبی که میگن. حالا چرا این دو نفر آمدن صحبت های مجاهدین رو اعلام میکنن با اینکه مجاهدین خودشون چندین سال این کار رو کردن و به نتیجه نرسیدن، جز اینکه دروغ هاشون افشا شد، جز اینکه آقای ایبونه رو آوردن و ایشون در دادگاه محکوم شد، من دلیل اینو این میدونم که رژیم جمهوری اسلامی این سری افراد رو میفرسته بیرون برای اینکه هیچ نوع اپوزیسیونی تشکیل نشه و اختلاف بین اینها باشه، یا واقعا کسانی که دارن برای وطنشون و مردمشون خدمت میکنن اینها رو مردم رو تو شک و شبهه بندازن به خاطر اینکه این صحبت ها بشه و مردم اعتمادی دیگه به هیچ کسی نکنن. من نمیدونم منظورتون آقای دادرسه یا منظورتون آقای ایرج مصداقیه؟ آقای ایرج مصداقی، آقای فرامرز دادرس و آقای سعید بهبهانی. چرا آقای سعید بهبهانی؟ به این دلیل که ایشون بالاخره یک حالا تلویزیونی دارن، یک رسانه‌ای دارن، شرف ایشون باید اجازه نده که هر کسی بیاد هر چیزی رو بگه، یا میتونه مثل شما که یا اعلام میکنید که آقا مسئول حرفاشون خودشون هستن، یا اسم هر شخصی که در تلویزیون آمده میتونه بیاد از خودش دفاع کنه. ولی آقای بهبهانی متاسفانه این شرافت مطبوعاتی رو هم نداشتن که وقتی که من اعلام کردم که من بیام در تلویزیون شما و پاسخ بدم، بهشون زنگ زدم و متاسفانه تلفن رو قطع کردن و پاسخ من رو ندادن. چرا باید 5-6 جلسه یا بیشتر ایشون این دو نفر رو بیارن و بشینن نیم ساعت سر رو راجع به من دروغ بگن و این صحبت ها رو بکنن؟ من صحبت هایی کردن پاسخ اونها رو نمیدم به دلیل اینکه اتهام زدن. خود اینها هستن که باید با دلیل و مدرک ثابت بکنن، ولی من یه دونش رو اینجا ثابت میکنم و باز هم از آقای بهبهانی میخوام اگر شرف خبرنگاری و رسانه‌ای دارن منو دعوت کنن، این دو نفرم در تلویزیون دعوت کنن، من پاسخ اینها رو بدم، این برای این دو نفر و خود آقای سعید بهبهانی. و چرا این مطالب گفته میشه و به چی استناد میکنن اینها؟ اینها استنادشون به کتاب آقای ایبونه هست. کتاب آقای ایبونه که به اسم واک، حتما شما اونجا دارید عکسشو، این کتاب هست. بله بله. و این کتابو چطور شد به فرانسه هم چاپ شده و در فرانسه به زبان فرانسه؟ در زمانی که مجاهدین با من درگیر شدن و نتیجه نبردن از کارهاشون و تهدیدهایی که به من کردن، آقای ایبونه در زمان میتران رئیس ضد اطلاعات فرانسه بوده، وکیل بوده، شهردار بوده و وقتی که در دسته بوده ایشون رو به دلیل خلافهایی که انجام میده بیرونش میکنن. به معنی که بیرون هر جنس هستن میرن سراغ ایشون و ایشون رو به قول معروف میخرنش با پول و میارنشون بین خودشون. به آقای عبدمهدی ابریشمچی این کتاب رو تهیه میکنه و با خانم رجوی، مریم رجوی، بلند میشن میرن خونه آقای ایبونه و به ایشون میگن که ما این کتاب رو تهیه کردیم، اینو شما به اسم خودتون چاپ بکنید، چون
حالا همونطور که خودشون میدونستن که اعتباری ندارن اینها کتاب چاپ بکنن، کسی گوش نمیده نمیکنه، خب کی بهتر از رئیس دسته فرانسه؟ و به خاطر همینم همه اینها و این دو شخص و خود سازمان سالهاست هر چی که گفته میشه میگن آقای ایبونه رئیس ضد اطلاعات فرانسه این کتاب رو نوشته. خب ما از این کتاب از این شخص شکایت کردیم و شرکتی که تیمه که این کتاب رو چاپ کرده بود، در دادگاه آقای ایبونه محکوم شدن و به پرداخت جریمه محکوم شدن و کتاب رو هم جمع کردن. یعنی الان هر شخصی دنبال این کتاب بگرده روی اینترنت، در فرانسه یک مؤسسه هست به اسم فنک که این فنک این کتاب رو میفروخت و بیشتر این کتاب رو اونجا میفروشه. شما اگر در اون سایت دنبالش بگردید میگن این کتاب نیست و تجدید چاپ هم نمیشه. و جالب اینجاست که اون شرکت تیمهی که این کتاب رو چاپ کرده، من دنبال اون رفتم، همچین آدرسی وجود نداره، یعنی در اون آدرس همچین شرکتی وجود نداره. وقتی مراجعه کردم به اداره ثبت شرکت‌ها گفتن این شرکت ورشکسته اعلام کرده خودشو. رفتم اسنادشو گرفتم، درست هفته بعدی که اینا در دادگاه محکوم شدن، اون شرکت که 7 تا مدیر داشته، مدیر فرانسوی، یعنی هیچ ایرانی تو شرکت نبوده. و این جالبه که چون توی اون سر ثبت شرکت می نویسن که شرکت کار چی بوده، کارشون نشر کتاب بوده، برگزاری تظاهرات بوده و چاپ پوستر و این چیزا، یعنی یک شرکت پولشویی بوده برای سازمان مجاهدین که وقتی کار به دادگاه میرسه اون شرکت رو بستن. و هنوزم که من هفته گذشته رفتم مراجعه کردم به ثبت شرکت ها، هنوز این تموم نشده رسیدگی به این، برای اینکه میدونن که این 7-8 نفر فرانسوی این پولها رو چیکار کردن و این شرکت چرا بعد از اون حکم دادگاه سریعا بسته شده. این آقای ایبونه عکسش هست با خانم مریم رجوی، اینو میتونید نشون بدین که دقیقا دوستان و شنوندگان بدونن آقای ایبونه که کتاب رو نوشته از دوستان نزدیک خانم مریم رجوی و سازمان مجاهدین هست. و مطلب دیگه ای که هم آقای برآمد دادرس اعلام میکنن و میگن و هم آقای مستاقی، این هست که ایشون پرونده داره و در دادگاه محکوم شده. خب اسناد این هست، اگر شماها شرف دارید آقای سعید بهبهانی که سایت داره روی سایت ایشون این مطالب رو بذارین، یک دونه از این مدارکتون، این همه که شما میگید مدرک دارید از من، مدارک رو اونجا چاپ بکنید بگذارید بقیه هم ببینن. ولی هر کسی که مایل بود، من نتیجه دادگاه و این شرکت رو که ورشکسته است متعلق به سازمان مجاهدینه و شخصیت آقای دادرس که کی است یه مقدارش اینجا میگم، میتونن با من تماس بگیرن، من اینا رو در اختیارشون میذارم. آقای دادرس هر بار آمدن راجع به من صحبت کردن، گفتن یک سری مدارکی هست و من دارم این پرونده ها رو، ولی خب دیگه نمیخوام اینا رو رو بکنم. خب اگر شما اگر دارید لطفا، من خواهش میکنم از شما که اینها رو پخش کنید بذارید بقیه مردم هم ببینن. و در مورد نتیجه دادگاه، اون فیلم رو اگر شما پخش کنید، وکیل من نتیجه دادگاه رو اعلام میکنه و در اونجا آقای ایبونه، همین شخصی که کتاب نوشته که رفته در کمپ اشرف در عراق و با مجاهدین دیدار کرده و اونجا میگه من دوست نزدیک مریم و مسعود هستم، و اینم بینندگان عزیز ببینن و بعد به حرفای این آقای مستاقی و آقای دادرس گوش کنن. ممنون میشم این فیلمو بذارید دوستان ببینن. بله، حسن این فیلم اینه که زیرنویس فارسی داره. ما شوی و بیمود و بعد من لینکش رو در فیسبوک هم گذاشتم، دوستان همینجوری که دارید میبینید این فیلم رو و میخونید زیر نویسش رو صداشو ببندم چون صداش فرانسوی صحبت میکنه و همه فرانسوی نمیدونن. من یادم اصلا سر ماجرای این کتاب من با شما آشنا شدم، موقعی بود که ماجرای دادگاه بود، بعد حتی دادگاه دستور داده بود که این کتابا رو جمع کنن و به خاطر همین هست که این کتاب دیگه
اونجا پیدا نمیشه، نه اینکه مثلا کتاب خوب و با ارزش و پرفروشی بوده. دوستان از شما سوال میکنن و اجازه بدین من بگم ما چندین بار با شما مصاحبه کردیم، سابقه شما، گذشته شما توی اون مصاحبه ها هست، میتونن روی یوتیوب یا روی بایگانی تلویزیون مردم ببینن. ضمناً آقای لطیف زمانی از انگلستان نوشتن که بهبهانی دروغگو است و خود منم اینجا سالها ایشون رو میشناختم که یه شخص معتاد و از دروغ گفتن هم هیچ ابایی نداره. اونهایی هم که سوئد ایشون رو میشناختن میگن که از سوئد هم با کلاه گذاشتن سر مردم به اصطلاح فرار کرده و یک رادیویی هست اونجا به نام کیان ایران، گفت یه دفعه ممکنه درباره بهبهانی صحبت کن. خب آقای لطیف زمانی باز میگه لطفاً بخونید. من حتی آقای مصباح یه چیزی نوشته بود از نایروبی آفریقا، اونو پاک کردم. آقای مصباح، شما که خودت برنامه گذار و چیز بودی، وقتی با یه نفر داریم مصاحبه میکنیم شما نباید یک خبری رو اونجا بنویسی، خبر جاش قسمت دیگه است تو صفحه خودتونه و الی آخر. باز آقای یوسفی میگه پرفروشترین کتاب خاطرات جنگ های خاک های نرم کوشک نام دارد، یا نمیدونم درصد اینجا. فعلا آقای یوسفی، نه مسئله کتاب پرفروش هست نه مسئله این، مسئله صحبت های آقای شادانلوس. لطف کنید در این مورد صحبت کنید و واقعا من بعض وقتا از این دوستان یکم ناامید میشم. یه جاهایی از صحبت های این فیلم زیرنویس نداره، دلیلش هم اینه که وقتی صحبت میکنن چند تا جمله باید گفته بشه تا بعد زیرنویس ها نوشته بشه، ولی این فیلم رو هم روی فیسبوک گذاشتم، هم لینکش رو در قسمت یوتیوب زیر اون قسمت بایگانی قرار میدم که ببینید. این آقایی که صحبت میکنه وکیل شماست نه آقای جهانگیر شادانلو؟ بله بله، شون آقای لطجیان وکیل بنده هستم. بله، آقای لطیف زمانی میگن که بهبهانی he has a lot of unpaid check and run away from Europe. میگن ایشون به تعداد زیادی چک های پرداخت نشده دست مردم داشت و از اروپا به اصطلاح در رفت. این هم ماجرای آقای بهبهانی. خب بله، این فیلم حدود 10 دقیقه است، تا حالا حدود 3 دقیقه و نیمش پخش شده. خیلی خوشحالم که زیرنویس فارسی داره. شما میتونید صحبت بله کنید؟ من مخصوصا اینو دادم این کار انجام بدن که همه، که اونایی که فرانسه نمیدونن اینو ببینن و ببینن که واقعا نتیجه دادگاه چی بوده. برای که الان 10 سال مجاهدین میگن ما دادگاه رو بردیم. البته من چه ربطی به مجاهدین داره؟ آقای یگونه بوده و باخته و جریمه پرداخت کرده و متاسفانه این آقایون، این دوستان و این کسانی که جمهوری اسلامی به نظر من پشتیبانی میکنه، اینها مرتب میان میگن که شادانلو محکوم شده دادگاه و یگونه هم در اون دادگاه برنده شده. آقای شادانلو تو همون دادگاه یه جایش مثل که یه صحبتی میکنن و آقای ایبونه حتی خبر نداشته که تو کتاب چی نوشتن، درست میگم؟ درست یادم هست؟ بله بله، حتی من از ایشون خواستم که اسم منو بخونن، اسم منو بگن، اسم منو نتونستن ایشون بگن. بسیار. و به ایشون گفتم این کتاب به فرانسه نوشته شده، آیا شما به فارسی چاپ کردین؟ گفت نخیر. گفتم خب پس الان 200 نفر آدم اینجا تو دادگاه نشسته که اینا همه مجاهد بودن، یعنی غیر از خانم مریم رجبی همه آماده بودن تو دادگاه، از آقای ابریشمچی به پایین. حالا اگه آقای ایفونه کتاب نوشته، اسم ماموران وزارت اطلاعات رو نوشته، مجاهدین چیکار دارن توی دادگاهشون؟ به اضافه این هایی که از دفاع میکردن از آقای ایفونه، وکلای سازمان مجاهدین بودن که همین آقای دادرس، اسم یکیشون تلیل هم میبره که چند وقت پیش فوت کردن، ایشون و اینا وکلای گردن کلفت سازمان مجاهدین بودن که آمدن از
آقای ایگون دفاع کردن و با این حالشون شکست خورد و معلوم شد که دروغ این کتاب. و بهشون گفتم چطور اینهایی که الان یک کلمه اینجا فرانسه بلد نیستن صحبت کنن و 16 تا مجاهد آمدن اینجا دارن بر علیه ما شهادت میدن فارسی صحبت و یک نفر ترجمه میکنه، آمدن از این کتاب از شما پشتیبانی کنن؟ مون خود جوابی نداشت بده واقعا. بسیار ممنون. در رابطه با این که مجاهدین میگن برنده شدن در دادگاه، که شما هم به درستی گفتید اگر بین شما و اون نویسنده بوده مجاهدین چه کاره بودن، این خودش نشون میده که مجاهدین پولی دادن به یه نویسنده‌ای که از اسم اون بتونن چیز کنن، بعدم اونو بردن توی همین نوار، نشون میده که توی جایی که از کاخ سلطنتی فرانسه و ایران هم به اصطلاح مجلل‌تره، یه خانمی نشسته باهاش صحبت میکنه و اون آقای ایبونه با افتخار میگه که من اول با اینا اینجوری بودم ولی حالا دیگه دوستای خودمونی شدیم. اینا دوستان حتما توجه کنید به اون میز و صندلی هایی که اونجا هست. ولی یه چیزی من به شما میگم آقای شادانلو، سازمان مجاهدین معانی کلمات رو هم عوض کرده. شما نگاه کنید اینا تا موقعی که با اون بدبختی تو اشرف وایساده بودن، هر روز یکی میمرد، یکی کشته میشد، حمله میشد، اینا میگفتن ما پیروزی. روزی که از اونجا با خفت و خاری کردنشون بیرون، گفتن ما پیروزی. حالا شما خیلی ناراحت نباش که اون دادگاه میگن ما پیروزی. اینا دوستان نگاه کنید به این مبلا و پرده و این خانمی که نشسته و پشتش این سالن چقدر بزرگه و اون بالا علامت این سازمان مجاهدین روی این ویدیو هست، که خب دیگه اینا وقتی میبرن. ما شنیدیم که سازمان مجاهدین از لحاظ خورد و خوراک و وسایل چی میگن شادمانی و اینها هم براشون فراهم میکنن، حتی گفته میشه خانم هایی رو به این و اون میفرستادن و در رابطه با همین جولیانی و اون به اصطلاح نوت گینگریچ و اینها، یعنی حسابی از این مهمان ها پذیرایی میکنن. دوستان فقط به این سالن توجه کنید، اینها هستن که میخوان بیان برای شما جامعه بی طبقه توحیدی درست کنن. خمینی روی پارچه مینشست، روی مبل یه صندلی یه پارچه سفیدم مینداخ روش، قول داد چه کرد؟ اینا از امروز اینجا نشستن. بله. خب اگه صحبتی دارید بفرمایید. آقای بله، این سالونی که شما بردید گفتید و میز و صندلی، این در همون محل کمپ اشرف دایر بوده و اینجا محلی بوده که خانم مریم رجبی و مسعود رجبی برای مصاحبه هاشون می اومدن و خبرنگارایی که از بیرون می اومدن اونجا از اینها پذیرایی میکردن، که از آقای ایبون هم اونجا پذیرایی کردن. و خود این 4-5 هزار جوونی یا افراد اینها به اونجا لباسش پاره باید میپوشیدن، جورابشون رو باید وصله میکردن و به نون شبشون احتیاج محتاج بودن و پدر اینا رو در میآوردن، ولی خودشون اینطوری اونجا زندگی میکردن، این فرماندهان مقاومت ایران. بله، توی فیلم ها و مصاحبه ها دوستان میگن که جورابا رو روزهای زوج این پا اون پا عوض میکردن که به اصطلاح بیشتر دوام بیاره. بعدم ویدیویی هست نشون میدن که به اینها میگفتن خوراک نداریم، ولی برای خودشون چه وسایل و چه خوراکایی بوده. ضمناً نوشت اینجا که این آقا گفته بود ما اینقدر با مریم خانم خودمونی شدیم که حتی بعد آمد در نورماندی در منزل من. خب آقای لطیف زمانی میپرسن دعوای کی با کی؟ آقای لطیف زمانی، همه اینا رو نمیتونیم ما توی یک جلسه به شما بگیم، لطف کنید یه مقداری ویدیوهای قدیم ایشون رو قبلی ایشون رو نگاه کنید، بعد در برنامه‌های آینده بیشتر صحبت میکنیم. آقای مهدی راستین میگن بهبهانی با تجزیه طلبان در ارتباط هست. خب اشرف رو سرشون خراب شد، بله، ولی پیروز شدن. آقا من و شما بلد نیستیم از کلمات استفاده کنیم. طرف توی دادگاه بازنده میشه، جریمه میشه، کتاباشو جمع میکنن، میگه پیروز شدی. خب این فیلم تموم شد آقای شادان. بله. اجازه بدید من اینم بگم، بیام اینجا خدمت شما. بفرمایید. بله، مرسی. خب الان فکر میکنم دیگه دوستانی که دیده باشن دیدن این فیلمو مشخص شد براشون که آقای ایبونه کی هست. ایبونه دوست نزدیک و مزدور سازمان مجاهدین. ایشون در پاریس تشریف داره آقای ایبونه،
و شخصیتی است برای خودش، ولی بنده ایشون اینجا رو مزدور اعلام میکنم، ایشون بره از دست بنده شکایت کنه، ایشون حقوق بگیره یک سازمان تروریستی در فرانسه هست متاسفانه، و کسانی که به ایشون یعنی تاییدی از ایشون میخوام بگیرن برای اینکه بگن من مأمور وزارت اطلاعات هستم، فکر میکنم الان برای کسانی که این فیلم دیدن مشخص شده، آقای دادرس و آقای مستاقی و آقای سعید بهبهانی، من فکر میکنم یه باید شرم بکنن یا کسان دیگهی که بیان راجع به آقای ایبونه یا سازمان مجاهدین یا اینکه من مأمور هستم صحبت بکنن. اسمی هم باید ببریم اینجا از آقای فرهودی، متاسفانه که دوست صمیمی آقای فرامرز دادرس هستن و ایشون باعث این شدن که بیشتر راجع به این کتاب صحبت بشه، چون آقای فرهودی آقای دادرس رو بودن در تلویزیون آمریکا اون زمانی که در تلویزیون آمریکا بودن و اونجا این کتاب رو نشون دادن و بعد من با آقای فرهودی تماس گرفتم، گفتم آقای فرهودی این دروغ هست، این کتاب در دادگاه محکوم شده، کتاب رو جمع کردن، آقای ایبونه مزدور و حقوق بگیر سازمان مجاهدین هست و ایشون گفتن آقا مدارک رو بفرستید من یا تکذیب میکنم یا با شما صحبت میکنم. مدارک که فرستادم ایشون نه تکذیب کردن نه با من صحبت کردن نه من صحبت کنم و از تلویزیون آمدن بیرون، بازم با ایشون صحبت کردم، پیام دادم، الانم که در تلویزیون بیان هستن برایشون پیام دادم، ولی متاسفانه اینها احتمالاً به جایی وصل هستن و حاضر نیستن که حقایق رو بگن و حالا میگم شما هستین و این بینندگان هستن و این مطالبی که گفته شد. ولی کوتاه راجع به آقای فرامرز دادرس هم من صحبت بکنم که ایشون خودشون رو به عنوان کارشناس نظامی یا کارشناس مسائل سیاسی و امنیتی معرفی کردن، البته یک بار دیگه من گفتم ایشون چند تا تلویزیون میبردن دیگه نبردنشون به خاطر دروغایی که میگن. ایشون کادوی سرویس های اطلاعاتی هستن در فرانسه، یعنی کارچاپ کنن، همون صحبت هایی که راجع به من کردن در برنامه آخرین برنامه شون، این شغل ایشون هست، ایشون در مغازه های فرانسه دوزه ها دیدیم دمه دروای میسن کسی سرقتی میکنه دستگاه بوق میزنه میگیرن، ایشون کارشون این هست در پاریس، حالا آمدن خودشون رو به عنوان کارشناس و ارشد چیزهای نظامی یا سیاسی معرفی کردن یا امنیتی، این دروغ هست. و یک مطلبی که آقای هومر آبرامیان بنیانگذار فرهنگ ایران در بنیاد فرهنگ ایران در امریکا راجع بهشون نوشته، من اینو میخونم براتون و متوجه بشین که این آقای فرامرز دادرس کی هستن. اینها یه گروه هستن، ایشون هست، آقای مستاقی هست، اون آقای دستویت هست، کیه پسر جوانی که دانا، آقای امید دانا هستش، آقای پیمان عارف هستش، اون خانم امین هست که الان در اسرائیل مأمور جمهوری اسلامی هست و در اسرائیل فرستادنش اونجا. آقای پیمان عارف چه خبر؟ پیمان عارف آمده ویزا گرفتن، آمده در آلمان الان و ویزا استراحه باید برگرده مگر اینجا از همون خوب بازی هایی که میکنه بکنه و بمونه، ولی فعلا در آلمان هست. اینها همه با هم در تماس هستن، 3-4 نفر دیگه هم هستن، 2 نفرشون در سوئیس هستن، 1 نفر دیگه باز در آلمان هستن که با هم تلویزیون آقای بهبهانی تازگی مصاحبه میکنن، 1 نفر هم در سوئد. اینها یه گروه هایی هستن که جمهوری اسلامی اینها رو فرستاده بیرون برای اینکه همه رو بدنام بکنن. شما ببینید آقای مستاقی و آقای دادرس کسی نمونده که بهشون توهین نکنن و راجبشون صحبت نکنن. آقای بدون مدرسی که بله آقای شادنلو، حتی اون خانمی که شما اسم بردید، خانم امین که اسرائیل رفته، بله، گویا دولت اسرائیل شک کرده بود و یه مدت به اصطلاح مشکل داشت، فکر میگفتن که این فرستاده یا چی میگن نفوذی آخوندا هست، نمیدونم حالا ماجرای اون پرونده و اون کیس به کجا رسید، ولی دوستان مواظب باشید یه مقداری هم تحقیق کنید درباره صحبتایی که آقای شادانلو میکنه، خودتون بیشتر آگاه بشید که کی اینجا میگن who is who.
کجا به کجا است، کی به کیه و داستان و ماجرای امروز ایران به چه صورت هست. ببخشید من ساکت میشم، شما بفرمایید. خواهش میکنم. بله همچنین گفتیم، ببینید هیچ دلیلی نداره که یک عده‌ای مرتب به افراد دیگه حمله کنن، حالا چه فرما، چه سلطنت طلب، چه جمهوری خواه، چه چپ، چه راست. این آقای امید دانا، آقای فرامرز دادرس، آقای مصداقی، پیمان آرد، اینها کارشون همین است که به همه همه رو بدنام کنن به نظر، از نظر خودشون، حالا که نمیتونن ترور فیزیکی بکنن، ترور شخصیتی بکنن. و این کار جمهوری اسلامی است که 40 سال داره این کار میکنه که آدم ها بیرانی براندازی رژیم بکنن. آقای فرامرز دادرس افسر اطلاعاتی بودن اواخر زمان شاه، میرن تو گارد جاویدان و از اونجا وقتی که انقلاب میشه میره توی اطلاعات جمهوری اسلامی. سال 1985 ایشونو میفرستنش پاریس. در پاریس که میاد اولین کارش اینه که میره دفتر آقای بختیار، بعد از یه مدتی شناخته میشه، از اونجا بیرونش میکنن، میاد با آقای آبرامیان، هومر آبرامیان آشنا میشه که حالا شعرش رو براتون میخونم، بعدم با آقای مرحوم دکتر ساسانفر مسئول انجمن زرتشتی ها آشنا میشه. حدود 90,000 70 تا 90,000 یورو کلا سر ایشون میذاره، پول ایشون رو از طریق کامپیوتر به حساباشون دسترسی داشته برمی‌داره که آقای مرحوم ساسانفر از اون شکایت میکنه و ایشون کارش همین است توی فرانسه. و متاسفانه اون صفت‌ها و کارهایی که خودش آمده به بینندگان میذارم و رفتارهای ایشون. آقای هومر آبرامیان بنیانگذار بنیاد فرهنگ اینطوری میگه، میگه یه وقتی که من این بنیاد رو درست کردم و میخواستم که در امریکا، در کانادا شروع بکنم به این کار، میدونستم کار راحت دیدم استرالیا و میخواستم در شهر سیدنی این کار رو انجام بدم، میدونستم که ممکنه به مشکلاتی بخورم و اولین مسئلم مسئله جهل و جنون جمهوری اسلامی بود و در این راستا در کنار همه سازمان ها جنبش های سیاسی میستم. بیشک یک همچون خصوصیاتی و همچین توانایی های این بنیاد در برپایی مجسمه کوروش در دهکده المپیک استرالیا توجه ماموران امنیتی را به خود جلب میکنند، چون اونجا جلسه کوروش رو در دهکده المپیک استرالیا سال 1990 چون اون کار انجام بود. اولین روزنه های نفوذ به این بنیاد توسط گروه امنیتی ایران که از آلمان رهبری میشده و تحت رهبری شخصی با نام جعلی زهواره‌ای که در آلمان سکونت داشت در سال 2003 باز شد و آن هم از طریق شخصی به نام فرامرز دادرس و ایجاد ارتباط و پول همکاری به هومر آبرامیان. در سال 2003 فرامرز فروزنده مجری برنامه نسیم شمال در تلویزیون آپادانا سلسله برنامه‌ای را با هومر آبرامیان سرپرست بنیاد فرهنگ ایران برگزار کرد که در باره سرشت و گوهر خدا در دینهای ابراهیمی نامه‌ای داشته باشد و این برنامه‌ای داشته باشد و این برنامه‌ها با چند مناظره تلویزیونی با حجت الاسلام محمد هدایتی، دکتر مولانا ملازاده، کشیش افشین، کشیش فروتن و چند دیگر از دیگراندیشان و باورمندان به دینهای ابراهیمی ادامه پیدا کرد و بنیان سیدنی شناخته شده به اکتواره نامش در ایران و دیگر کشورها بر سر زبانها آمد و بیشتر برای دستگاه امنیتی ایران مورد توجه قرار گرفت. به دلیل عدم وجود وبسایتی به نام بنیاد فرهنگ ایران، بنابراین گذاشته شد که فرامرز دادرس که زمینه مناسبی برای نفوذ در این گروه ها را دارد با هومر آبرامیان تماس بگیرد و به بی پیشنهاد همکاری بدهد. فرامرز دادرس با معرفی خود به عنوان افسر اطلاعاتی در زمان شاه راه را برای اعتماد باز داد و با پیشنهاد اینکه وبسایت بنیاد فرهنگ ایران را راه اندازی و مدیریت کند، راه چیره شدن به این بنیاد را هموار ساخت. به صورتی که غیر قابل تصور پیش می رفت کارها، پیشرفت کارها، فرامرز دادرس و نفوذ وی به دلیل دیدار هومر آبرامیان با وی در پاریس و معرفی ایشان به افراد فعال سیاسی
و فرهنگی فرامان داده سو از دست از دسترسی به یک بنیاد به دسترسی از یک بنیاد به دسترسی به مجموعی از فعالان سیاسی و فرهنگی در فرانسه و اروپا و به زودی در آمریکا باز کرد. یعنی ایشون میگه وقتی که با من ایشون آشنا شد که قبلا میگفت ایشون فقط یه کار اینترنتی یا سایت انجام میده، با معرفی که من ایشون رو معرفی به این مرحله کردم دستش باز شد و با خیلی از سازمان ها ایشون فعالیتش کرد. بعد میگه که فرامرز دادرس توانست وبسایت های دیگری از نویسندگان و فعالان سیاسی را نیز به دست بگیرد و به قول خودش بدون چشم‌داشت به آنان کمک کنند. حالا این تمام این وبسایت ها را گرفته بود که یکی از اینها مربوط به مرحوم دکتر صافانفر میشده که از طریق اون پول ایشون رو جابجا کرده بود که ایشون رفتن شکایت کردن. میگه نوشته روزی در پایان یکی از این برنامه‌ها کسی به نام فرامرز دادرس از پاریس به من تلفن زد و پس از ستایش بسیار از کردوکار بنیاد فرهنگ ایران خود را افسر اطلاعاتی در سامانه پیشین شناسان و پرسید شما چرا یک سایت اینترنتی ندارید تا سخنان خود را به گوش شمار بیشماری از هموطنان برسانید؟ گفتم من خود چنین دانشی ندارم و از میان یاران هم کسی را نمی‌شناسم که چنین توانایی داشته باشد. آقای لادس گفته من کار من وبلاگ نویسی است، اگر شما پروانه بدهید من با شادمانی بسیار این کار را برای شما انجام خواهم داد. من ساده دلانه سخنان این مرد را که با آهنگ دوستانه گفته میشد گوش دادم و بی آن که درباره پیشینه سیاسی و کردار او پرسجو کنم پیشنهادش را پذیرفتم. این نخستین گام اشتباهی بود که آسیب بزرگ را در پی آورد. پس از یکی دو ماه به پاریس رفتم و او را با اندیار آله دالفنگ و بسیار از دیگر از استادان و فرزانگانی که نامهای بزرگ این اشتباه دوم در آن چند روز بیان که به یاد آورم که جمهوری اسلامی با چه ترفندهای جان کوروش آریامنش، شاپور بختیار، فریدون فرخزاد و پس بسیاران دیگر را گرفته، بیان که اندیشه جان خود کنم چند روز خانهش به سر بردم و از خوراکی هایی که به دست خودش فراهم میکرد خوردم. اشتباه سوم، هر آدم تیزبینی میتوانست به روشنی دریابد که فرزندانش دو دختر و یک پسر چشم دیدن پدر را ندارند و به بهانه های گوناگون خود را از او دور نگه میدارند، ولی این چیزی نبود که کنجکاوی مرا برانگیزد. اشتباه چهارم، دیر زمانی از این نگذشته بود که روزی همسرش آسیمف، اسم همسرشونه، سر آسیم سر تلفن زد و کوشید تا روخک از چهره این اهرمنزاده بردارد و سیمای راستین او را به من نشان دهد، ولی شوربختانه من گوشی برای دهان او نبودم و با این باور که فریادهای او پیایند ناسازگاری های زندگی زناشویی است پروانه سخن گفتنش ندادم. زن بیچاره گریه کنان فریاد میکشید که شما باید سخنان را بباورید، این فرومایه بیست در پیکر آدمی، در بیرون از خانه از حقوق و برابری زن و مرد سخن میگوید ولی در خانه مرا کیسه بوکس میانگارد. او از فرهنگ ایران سخن میگوید ولی کمترین نشانی از فرهنگ ندارد. برای اینکه خود را نامسلمان نشان دهد به دروغ میگوید که مادرش ارمنی است. برای اینکه سری در میان سرها باشد به کسانی که نمیشناسندش میگوید از یاران نزدیک شاپور بختیار بوده. او با هزار رنگ و نیرنگ زندگی من فرزندانم رو به تباهی کشانده و امروز در کنار تباه کردن شماست. به هوش باشید، این مار خوشخط و خال زهرش بسیار کشنده است. من خراج‌های این زن بینوا را برآمده و از ناسازگاری‌های میان او و شوهرش به شما را آوردم و به سخنانش بها ندادم. پس از چند ماه این زن توانست به یاری پلیس شوهر دیو صفت خود را از خانه بیرون کرده و دامنش رو از چنگال اهریمنی او پاک سازد. البته یک چیزی هم اینجا نوشتن که ایشون، یعنی شکایتی که خانم کرده بوده به پلیس این بوده که موهای ایشون رو با ماشین شماره 4 تمام زده بوده یک باری که ایشون رو میزده، که البته اینا قشنگ هم نیست گفتنش، واقعا وارد مسائل زندگی بشیم، ولی خب اینا رو اینجا نوشتن. حالا من از اینا میگذرم، چیزهای دیگری که نوشتن. بعد میگه بعد از چندی که آقا از آسیب افتاد در پاریس به آیین زرتشت درآمد و با هزار و یک ترفند خود را
به انجمن جهانی زرتشتیان جا کرد و به نام منشی انجمن برگزیده شد. همون کاری که با مرحوم دکتر ساسانفر انجام دادن و اون کلاه بزرگ سر ایشون گذاشتن. فراوز داده است برای راه اندازی و ادامه کار تارنمای بنیاد فرهنگ ایران، پولهای کلانی از من گرفت ولی با تفندهای ویژه این تارنما را به نام خودش ثبت کرد. رسید پولهایی که بابت این تارنما به حساب بانکی ایشان وارد شده همه در بایگانی بنیاد فرهنگ ایران نگهداری می شود. از چند ماه پیش بخشی را زیر نام پرسش و پاسخ با فرامرز دازست به روی تارنمای فرهنگ ایران باز گذاشتم، بیان که کمترین دانشی در زمینه فرهنگ و تاریخ ایران داشته باشه. و خیلی چیزای دیگه که من دیگه اونا رو نمیخونم. و ایشون کارش به نظر من علاوه بر از این همکاری هست با جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین خلق. بسیار ممنون. دوستان میگن که شما چون با مجاهدین در افتادین، مجاهدین هر کسی رو که یک کم به اصطلاح حرف حقیقت بزنه و باشون در بیفته مزدور و خائن و اینها خطاب میکنن. ضمناً اگر این چیزایی که خوندید یا عکسایی یا چیز دیگه‌ای رو میخوان اضافه کنید، حسن فیسبوک اینه که شما میتونید هم روی فیسبوک خودم این برنامه پخش شد، هم روی فیسبوک مردم تیوی میتونید اونجا لینک ها رو اضافه کنید، عکس هایی رو بذارید و دوستان با شما در تماس باشن. من در حین صحبت های شما صفحه فیسبوک شما رو هم نشون دادم، اجازه بدید یک بار دیگه هم نشون بدم به دوستان که اونجا با اسم جهان شادانلو نوشته شده و این هست. عکس شما رو میتونن اونجا ببینن، جهان شادانلو، و عکس کاور پیجش هم عکس دکتر محمد مصدق هست. خب اگر باز هم صحبتی دارید بفرمایید و ما گوش میدیم، اگه نه که این ویدیوها تا یکی دو ساعت دیگه روی یوتیوب هست و هر روز از تلویزیون مردم پخش میشه تا حداقل یک هفته یا تا برنامه بعدی با آقای شادان. بفرمایید آقای شادان. بله، من خیلی کوتاه مجددا درخواست میکنم از آقای سعید بهبهانی که وظیفه ایشون هست به عنوان یک رسانه، وقتی اسم من 5 بار 6 بار تو برنامه ایشون برده و اون دوستان آوردن، به من این اجازه رو وقتو بدن که من اونجا صحبت کنم در این مورد و این آقایون هم حاضر باشن هر دو، و اگر نه در ازشون تقاضا میکنم بیان در تلویزیون شما و اینها صحبت بکنن، من پاسخ اینها رو بدم. اگر راست میگن و اگر به اون چیزایی که گفتن باور دارن و مدارکی دارن، اینها رو هم پخش کنن لطفا، هم بیارن که مردم متوجه بشن. صحبت دیگه ندارم. ممنون از شما و بینندگانی که وقت گذاشتن. منم ممنونم از شما. در رابطه با اینکه اگه کسی صحبتی میکنه، همینجوری که الان ما اینجا صحبت کردیم از ایرج مصداقی، بهبهانی و آقای دادرس، طبق قانون FCC آمریکا، طبق قانون کانادا، اینها میتونن بگن همون مدت زمان هم اونها بیان و پاسخ بدن. چیزی که از آقای بهبهانی، وقتی که شما معتاد باشی قانون طبیعت و قانون مملکت و همه چیز زیر پا میذاری. در صورت برنامه امروز برنامه‌ای بود که در دو قسمت از طرف آقای جهانگیر شادانلو از پاریس به شما تقدیم شد و اگر در این باره صحبتی دارید، سوالی دارید، نظری دارید، یا با ایشون مستقیما تماس بگیرید یا با من تماس بگیرید تا درباره صحبت سوالای شما یا نظرات شما باز هم صحبت کنم. از اینکه با ما بودید ممنون، متشکرم. برنامه ها رو پی میگیریم. آقای شادانلو خیلی ممنون که با ما بودید و اگر باز هم احتیاج داشتید که برنامه داشته باشید صحبت کنید، خبر بدید تا من از قبل به دوستان بگم و با شما باشم. مرسی که با ما بودید. ممنون از شما و بینندگان محترم شما. شب خوبی داشته باشید. اوقات شما خوش. خیلی ممنون. خب دوستان عزیز، با آقای شادانلو بودیم. آقای ابهری اینجا نوشتن که وقتی آدم مثل آقای شادانلو خودش را گرفتار اپوزیسیون بودن میکنه، هزار جور اشتباه در قضاوت کردنهاش هست میکنه. به نظر من شادانلو و مصداقی هر دو این گرفتاری را دارن. خدا همه ما را شفا بده. ما باید بتونیم هر لحظه تصمیم جدید برای لحظه جدید بگیریم و اگر دشمنمون هم حرف درست زد،
آن را صادقانه بپذیریم. آقای موثقی هم آمدن اینجا، بهشون سلام میکنم. ایشون هم به آقای شادانلو دیگه، ببخشید من الان اینا رو دیدم، آقای شادانلو یکی از افرادی هستند که آگاهانه مختارانه با این فرقه سالیان است که فرقه رجوی را افشا میکنه. بعد آقای راستین میگه این آقای شادانلو خیلی خودش را جدی گرفته، اصولا اپوزیسیون خارج از کشور کوچکترین اهمیتی ندارد. آقای موثقی میگه درود بر آقای شادانلو. آقای اکبری میگه ممنون، و یه نصیحت خوبی هم با آقای راستین کرد، خیلی ممنون آقای اکبری. من بعضی وقتا یادم میره به دوستان بگم خب شما مجبور نیستی گوش بدی، شما مجبور نیستی بخونی، کسی شما رو اینجا با زنجیر و به اصطلاح تناب روی صندلی نبسته. ولی از این که با ما بودید ممنون و متشکرم، و اگر انتقادی ایرادی دارید حتما با ما تماس بگیرید. شماره تلفن اینجا رو هم بذارید براتون، بذارم اینجا اوورلی فایل اینه، هم میتونید تکست بفرستید هم میتونید پیام بذارید. اگرم من باشم اینجا پاسخ میدم، جواب میدم، بهتر پیامه، پیامتون رو تو برنامه هم پخش میکنم. شماره تلفن هست 202 که ایریا کد واشنگتن هست، 695-25-73. روز و روزگار بر شما خوش. برنامه ها رو ادامه میدیم از تلویزیون مردم از واشنگتن. مرسی.